سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر این جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشسته اید. از شبکه تلویزیونی ایران فردا، یک روز پس از 13 به در ایرانی، مراسم آیینی و این سنت دینی ایرانی با شما هستیم. یک روز پس از این مراسم و یک روز پس از انتشار بیانیه مشترک جمهوری اسلامی و 5+1، بیانیه درباره محدودیت‌های ایجاد شده در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی، بیانیه‌ای که در واقع به نقشه راه تعبیر شده. به خودی خود این بیانیه توافقنامه نیست، بلکه چارچوبی هست، چارچوبی تعیین شده برای ادامه مذاکرات و موضوعاتی که قراره درباره اونها مذاکره بشه و احتمالاً توافقهایی به عمل بیاد. به نظر میرسه در این 24 ساعت که از انتشار این بیانیه میگذره، کاملاً البته روشن هست بیانیه در برگیرنده توافق جمهوری اسلامی است با مواردی که جامعه جهانی از حکومت ایران خواسته. یک، پایین آوردن میزان غنی‌سازی تا زیر 4%، پایین آوردن تعداد سانترفیوژ ها، تقلیل اونها به 6100 سانترفیوژ، تعطیل کردن تمامی مراکز اتمی که غنی سازی میکنن به جز نتنز، فردو از تمام فعالیت های اتمی که در حواشی غنی سازی و احتمال دست یافتن به سلاح اتمی پاکسازی خواهد شد و فقط به یک مرکز آموزشی منهای هیچ وسیله اتمی تبدیل میشه. قبول کردن این موضوع از طرف جمهوری اسلامی که پارچین رو درهاش و تاسیسات نظامی پارچین رو بکشن، باز کنه برای بازرسان اتمی. پس از انتشار بیانیه خوب یاری صحبت کردن، از جمله پرزیدنت اوباما ساعاتی پس از انتشار بیانیه در کاخ سفید صحبت کرد. روز گذشته نکاتی رو که برشمرد اهمیت امنیت متحدان آمریکا بود در منطقه، مثل عربستان، مثل اسرائیل و کشورهای دیگه، و تأکید بر این که همچنان بر حکومت ایران این اعتمادی وجود داره، اشاره به این که حکومت ایران همچنان به نحوی حامی تروریسم هست و نکاتی از این قبیل. و در همین زمینه رهبران، مسئولان و دولت مردان بقیه کشورها، رسانه‌های خبری، رسانه‌های نوشتاری پرتیراژ در آمریکا و اروپا مقالات بسیاری نوشتند. پرسش‌ها بسیاره. اینکه چرا برنامه اتمی که روشن بود به چنین روزی خواهد رسید، چرا دنبال شد و صدها میلیارد دلار درآمدهای مردم ایران به جای اینکه به زخم مردم بخوره خرج چون برنامه بی حاصلی شد؟ چرا باید کارگر چادر معلو شلاق بخوره به خاطر اینکه تقاضای اضافه حقوق کرده، اما ده ها میلیارد دلار از پول همین کارگران به اصطلاح به جیب دلال های اتمی در منطقه و عرصه بین المللی ریخته بشه؟ یک پرسش هم مطرح هست که آیا جمهوری اسلامی به اون چی که فعلا این نقشه را مطرح کرده پایبند خواهد بود و اساسا اگه توافقی به عمل بیاد در ماه تیر این توافق خواهد بود یا خیر؟ با من و شما هستند در این شماره از تفسیر خبر میهمانان جمعه شبهای برنامه آقای علیرضا نوریزاده در لندن و آقای محسن سازگارا در واشنگتن، این بار در خیابان و نه در استودیو آقای سازگار با من و شما خواهد بود. تا لحظاتی دیگر.
با سلام به شما آقای نوریزاده عزیز در لندن. درود به شما جمشید چالنگی عزیزم، همینطور درود به دکتر سازگارای عزیز و همه بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری. و سلام به شما آقای سازگارا در واشنگتن آفتابی. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوریزاده عزیز و همه بینندگان گرامی، و عذرخواهی میکنم از اینکه با لباس غیر رسمی در ماشین دارم مصاحبه میکنم. در واقع میشه گفت به یک سیزده بدر دیر هنگام اومدم و طبیعتا باید در خدمتون هم میبودم در میانه روز. بله، خب روز جمعه 13 به در برگزار کردین، تازه شروع میشه 13 به در واشنگتن و ویرجینیا، شنبه و یک شنبه هم هست باز مراسم 13 به در این حوالی. آقای نوریزاده، روز گذشته خب این چارچوبی که منتشر شد، توافقنامه بین 5 به اضافه 1 و جمهوری اسلامی، البته گفتم چارچوبی هست و نه توافقنامه، توافقنامه احتمالی تا ماه تیر ماه همچنان وقت داره. به نظر میرسه اون چرا که جامعه جهانی میخواست و اسرائیل و متحدان آمریکا در جنوب خلیج فارس همه میخواستن، دست کم از نظر ادبیات روی کاغذ اومده. پایین آوردن غنی سازی به زیر 4، تعداد سانترفیوژها، بستن بسیاری از مراکز، و یک نکته مهم دیگه که گفتم، بازرسی بین المللی آژانس اتمی هم به اقدامات گذشته جمهوری اسلامی هم رسیدگی خواهد کرد. بعضی گفته اینو جمهوری حضورتون ارز کنم. اولا بگذارید آقای چالنگی این رو بگم، من از ابتدا هم همیشه که صحبت میکردیم خوشبین بودم که این قرارداد امضا خواهد شد. حالا تجربه آدم نشون میده، وضع اقتصاد کشور، موقعیت جمهوری اسلامی، همه اینا رو آدم نگاه میکرد میدید اینا گزیری جز پذیرفتن قرارداد ندارن. حالا من بر میگردم یه مقدار به عقب، به زمانی که اون قرارداد سعدآباد امضا شد در زمان آقای خاتمی. اگر همون برنامه ادامه پیدا کرده بود ما موقعیتی به مراتب بهتر داشتیم، ده‌ها میلیارد دلار دیگه خرج بیهوده نکرده بودیم برای ساختن فردو و آب سنگین عراق و برای تأسیسات زیرزمینی و این بازی هایی که اینا در این سالها در آوردن و غنی کردن 20% اورانیوم. حالا به هر حال این اتفاق افتاد، جمهوری ولایت فقیه دیگه، جنگ رو میبریم در خرمشهر، 35,000 عراقی رو اسیر میکنیم، جنگ رو تموم نمیکنن، 60 میلیارد کشورهای حاشیه خلیج فارس میگن کمک میکنن برای بازسازی، قبول نمیکنن، 6 سال بعد با خفت جام زهر رو سر میکشه. این بار هم چیزی دور از اون نبود، اما من خوشحالم این اتفاق افتاد. به چند جهت خوشحالم. یکی این که تحریم ها به مرور برداشته خواهد شد و این یه گشایشی در زندگی مردم ایجاد خواهد کرد و به طور کلی وقتی دریچه ها باز بشه، هوای تازه بیاد، تعفن استبداد ناچارن جای خود رو به هوای تازه خواهد داد و این به مرور به نفع ملت ایرانه و ایجاد تحول خواهد کرد. نکته دوم اینه که صنعت نفت ما در حال نابود شدنه. حداقل این مجازات ها برداشته بشه، صنعت نفت جان تازه ممکنه بگیره، سرمایه گذاری بشه. ایران کشوری است با منابع غنی، دریای مازندران اومدن به ما پیشنهاد دادن، فرانسوی ها تا پای قرارداد رفت زیرش نرفتن، حالا دوزی های خودشون بود. آذربایجان با همون شرکت قرارداد بست و امروز میبینیم میلیاردها دلار از نفت دریای مازندران به خزانش سرازیر شده و کشورش داره آباد میشه. ما هم الان توی همچین شرایطی هستیم. اگر کمک بکنه رفع تحریم ها به سرمایه گذاری در صنعت نفت در نقاط دیگر، این رو باید خوش آمد گفت و خوشحال بود. اما همونجور که شما گفتید، تقریبا این همون چیزی بود که آمریکایی‌ها می‌خواستن. آقای خامنه‌ای یادمون نمیده چندی قبل صحبت از 190,000 سو می‌کردن و 100,000 تا سانترفیوژ شد. دیگه خیلی که تخفیف داده بودن، این آخری ها روی 20,000 تا 18,000 تا بود. حتی 6,000 تا هم نه.
یعنی 6000 تا که تا هفته پیش التماس میکردن به اینکه 6000 تا شد 5000 تا. و مهمتر همون حرفی که شما زدید، گذشتهشون رو بهش بپردازن، یعنی پارچین رو بازرسی کنن و امپیتی رو جمهوری اسلامی رو داوطلبانه ولی عملا پذیرفته. و بعد مسئله میزان تولید اورانیوم از 3.7% تا اون درصد برسن و غنی‌سازی و ارسال هرچه دارن به روسیه، حتی زباله های اتمی. بنابراین میخوام بگم نمیتونیم بگیم این قرارداد پیروزی برای نظام جمهوری اسلامی بود، ولی حداقل نیمچه پیروزی برای مردم ایران بود که نه بمب اتمی میخوان، نه این رژیم رو میخوان، نه تحریم ها رو میخوان، و شاید گشایشی در زندگیشون باشه. حالا به جزئیات خواهیم پرداخت. خب آقای سازگار ارجوی، شما رو میشنویم. یکی این که اونطور که جمهوری اسلامی در صدد بود و میخواست همیشه وانمود میکرد که ما عقب نمیشینیم، ما این کار نمیکنیم، اون کار میکنیم، و آقای نورزاده اشاره کرد، این به نظر میرسه که یک پیروزی میتونه برای مردم باشه و یک شکست برای حکومت ایران، برای که تمام اون چیزایی که حکومت ایران نمیخواست زیر بار بره، عملا اگر بپذیره در توافق نهایی زیر بار رفته و مردم ایران هم بمب اتم و تاسیسات اتمی میخواستن چه کار کنن، اونا هم فارغ میشن یه مقداری از زیر بار این تحمیل برنامه اتمی جمهوری اسلامی. چونی نیست؟ چرا؟ ببینید، ارزیابی این بیانیه مشترکی که منتشر شده نشون میده که در واقع به طور خلاصه جامعه جهانی موفق شده که گردن ایران بگذاره، که تمام راه‌ها به استفاده غیر صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای رو مسدود کنه. البته باید صبر کرد تا 30 ماه جون تا قرارداد نهایی امضا بشه، یعنی به قول ضرب المثل انگلیسی که در جزئیات شیاطین نشستن. ولی این همین نقشه راه که تعبیر خیلی خوبی شما به کار بردید، همین نقشه راهی که الان تنظیم شده تا ماه جون نشون میده که ایران در واقع هم پذیرفته که فوردو رو تعطیل کنه، هم عراق رو تعطیل کنه و برداره هسته اصلیشو، دنیا کمک کنه که دیگه بذاره و تعداد سنتریفوژها بسیار محدود باشه، 10 سال زمان قرارداد باشه، تازه 5 سال بعدش اگر بشود برسه به تعداد 10000 سنتریفوژی که همین الان کار میکنن، همواره ذخیره اورانیوم غنی شدهش رو زیر مقداری نگه داره و بقیهش رو در واقع تبدیل کنه، اکسیده کنه و نظارت کنه. و مهمترین نکته‌ای که آقای چالنگی در این توافق به نظر من هست و خلاف همین حرف اول نوروز آقای خامنه‌ای است که در مشهد ایشون صراحتاً گفت که تحریم ها باید یک جا برداشته شه، جزو قرارداد باشه و نه نتیجه قرارداد و منوط به تحقیقات باشه، در حالی که در این بیانیه مشترک تصریح شده که آژانس باید بازرسی کنه ایران داوطلبانه الحاقیه NPT رو بپذیره که آژانس بتواند هر لحظه، هر جا، هر زمان و مکانی بره بازدید کنه. سوالات آژانس رو، نه فعلیاشو بلکه گذشتهاشم، که به خصوص در مورد اون آزمایش های پرتاب نوترونی و انفجاری و مسئله به اصطلاح اون سیمولیشن و شبیه سازی انفجار هسته‌ای در کامپیوتر هست، آنچه که در پارچین یا جای دیگه گذشته رو باید توضیح بده. و با تایید آژانس که اون وقت همزمان با تایید آژانس در یک بازه زمانی تحریم ها، طرف متقابل هم تعهد میکنه که تمام تحریم ها رو برداره و یه قطعنامه هم در شورای امنیت سازمان ملل بگذارن. من هم شخصا حالا به جزئیات و حرفای
اوباما در مراحل بعدی پرزی. ولی من هم مثل آقای دکتر نوریزاده ابراز خوشحالی باید بکنم، امیدوارم آقای خامنه ای از خر شیطون بیاد پایین، بلایی که سر این مردم آورده با این پروژه بی سرانجام هسته ای، میلیاردها میلیارد خسارتی که به کشور زده، عمر و جون و مال مردم ایران رو تباه کرده و این همه دردسر درست کرده، اجازه بده که چون الان اگر همه اینا رو بپذیره ما برمیگردیم به تازه معاهده پاریس و ما قبل اون و همون که بعدا در سعدآباد تکمیل شد. بنابراین امیدوارم ایشون دیگه و عناصری که دوربر ایشون هستن و سپاهی ها که باید اونها بگذارند همه جا بازرسی بشه، سنگ نندازن توی راه این، اجازه بدن که مردم ما یک نفسی بکشن و ما بتوانیم که به کار اصلی برسیم، حالا در سمت آمریکا و ایناشو بعدا خدمتتون عرض کنم. حتما به اونجا خواهیم رسید، اون چی که پرزیدنت اوباما هم روز گذشته اشاره کرد در این مسیر هست که کوچکترین تقلبات در مسیر با واکنش‌های سختتر روبرو خواهد شد. تحریم‌های سازمان ملل من برای بینندگان توضیح میدم بیشتر شامل تحریمات تسلیحاتی مربوط به تولید سلاح اتمی یا شک برانگیز هست، از این جهت هست اونا لغو شدن چندان مشکل نیست، اما تحریم‌های اقتصادی هست که مربوط میشه به مردم و سفره مردم ایران. اما آقای نوری‌زاده به نظر میرسه یک گروه‌ها یا باندهای اقتصادی در مجموعه حاکمیت در ایران وجود داره که چندان از اینکه این توافق‌ها به انجام برسه در جهت مصلحت مردم ایران خوشحال نیستن. بدون تردید ببخشید بفرمایید، تمام تلاششون هم کردن. من برمیگردم به مقالاتی که همین چند هفته اخیر آقای حسین شریعت‌مداری بازجوی سابق و لاحق وزارت اطلاعات در نشریه کیهان نوشتن و اونا رو ملاک میگیرم. نمونه ای که صدای در واقع رستم قاسمی و صدای این سرداران سپاه از گلوی حسین شریعت‌مداری و قلمش بیرون میومد، بسیار ناراحتن به لطایف الحیل و به تمام اون چه میشد توسل جستن که جلوی قرارداد رو بگیرن، منتها دیگه نمیشه و به نظر من 14 سال غارت در پناه این مجازات ها کفایت میکنه، به اندازه سه نسلشون انباشتن، شاید هم بیشتر. الان زمانی است که ملت، واقعا ملت بزرگ ایران که با بزرگمنشی تمام این سختی ها رو هم تا حالا تحمل کرده، زمان آنه که یک کمی نفس راحت بکشه، امسال یه تحولی در زندگیش باشه. ولی من با شما موافقم، این آدم ها نه وطن براشون مهمه نه ملت، بنابراین فردا ممکنه باز یه بازی درارن، فردا ممکنه اتومبیل بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راه سنگباران بشه یا در کارشون اخلال بکنن. اما این بار با توجه به آنچه پرزیدنت اوباما گفت و با توجه به وضعیتی که کنگره داره و موقعیت بین‌المللی ایران، تصور میکنم هر جا بخوان پاشون از این خط قرمزها اون طرف تر بگذارن با واکنش بسیار سنگینی روبرو خواهند شد. همین که یک شبه مجازات ها لغو نمیشه به نظر من بزرگترین مجازات برای خود رژیمه، به این معنا که انقدر بی اعتمادن به این رژیم که حتی امضای رئیس جمهورش یا وزیر خارجش رو هم براش آنچنان اعتباری قائل نیستن و دائم میگویند برادری تو ثابت کن بعد طلب ارث بکن و همینجوری ما حاضر نیستیم مجازات ها رو لغو کنیم. ولی ما یک چالش بزرگی پیش رو داریم، اتفاقات مهمی به نظر من در راهه. آقای خمینی جام زهر رو که سر کشید یک سال بیشتر دوام نیاورد. جام زهر آقای خامنه‌ای رو باید ببینیم کی اثر میکنه. خب آقای سازگار، در همین زمینه این بار صحبتی که روز گذشته در روز گاردن کاخ سفید پرزیدنت اوباما ایراد کرد در مورد حکومت ایران، درست که باز همچنان به سیاق و شیوه صحبت‌های پیشینش بود در مورد ایران، اما نکات بسیار بسیار
قابل توجهی هم درش بود، از جمله امنیت متحدانش. در واقع ساعتی قبل از صحبتهاش به طور تلفنی با نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به گفته خود اوباما صحبت کرده بود و گفت پس از اون هم یا پیش از اون با پادشاه عربستان هم صحبت کرده و در واقع تأکیدهای مکرری داشت بر بی‌اعتمادی بر حکومت تهران و احتمالاً اگر مشکلی ایجاد کنه. و مجموعه این سیاست واشنگتن رو با توجه به کنگره آمریکا که مخالف سیاست‌های اوباما بوده شما چطور ارزیابی می‌کنید در قبال این نقشه رایی که فعلا منتشر شده؟ والا آقای اوباما در این صحبتش خیلی اصرار کرد که این یک قرارداد خوبه، دوباره اون تز همیشگیشو مطرح کرد که جایگزین این وقت جنگ و راه دیگه ای ما نداریم. خیلی اصرار کرد که این در واقع کاملا برنامه اتمی ایران رو دیسمنتلش میکنه، میارش پایین، اجازه نمیده به هیچ وجه یک دهه و بعدم با ملحقاتش ایشون تاکید کرد تا 20 سال ایران به هیچ وجه بتونه به سلاح هسته‌ای نزدیک بشه. و جالبم هست همینجا عرض کنم، من چک میکردم تلویزیون جمهوری اسلامی یکی از کانالهاش بود، ترجمه حرف آقای اوباما رو درست اونجایی که میگفت ما پیاده میکنیم اجازم داده نخواهد شد، درست برعکس ترجمه میکرد که ایران میتواند هر کاری رو بکنه. به هر حال غیر از این مسئله، آقای اوباما تو همین صحبتش متوجه مشکل خودش با کنگره امریکا هم بود و عنوان کرد که با رؤسای دو مجلس امریکا، مجلس نمایندگان و مجلس سنا تلفنی من گفته صحبت کردم و اونها رو در جریان گذاشتم و قولم داد که تمام جزئیات رو به کنگره گزارش بده و در اختیار عموم مردم هم بگذاره. ولی من همینجا عرض بکنم آقای چالنگی، همین الان 8 سناتور دموکرات بیانیه دادن دیروز البته که مدافع اون طرح آقای کورکر منندز هستن، سناتور منندزی که عملا بسیار هم زخم خورده است و به دنبال ضربه‌ای که در واقع قوه قضاییه امریکا، وزارت دادگستری امریکا متهمش کرده به فساد، رسما پریروز اعلام کرد که من میستم. به هر حال طرح کورکر منندز میخواد که تصویب هر قراردادی رو که تا 31 جون بسته بشه منوط کنه به تایید کنگره امریکا، بیاد در کنگره بررسی بشه. به همین دلیل هم آقای اوباما این چالش رو خیلی خوب میداند که با کنگره گرفتاری خواهد داشت، هم در سنا هم در مجلس نمایندگان، و 15 اپریل که کنگره از تعطیلات برگرده، تعطیلات بهاره، قرار است این طرح منندز کورکر جز و اولین دستورات باشه در صحن بیاد، به خصوص این که رئیس اکثریت، به اصطلاح رئیس اقلیت دموکرات مجلس سنا هم از آقای حریری عوض خواهد شد به چاک شومر سناتور دموکرات نیویورک. او هم فوق‌العاده نسبت به ایران تنده و اون نرمی آقای حریری رو هم نداره. بنابراین من فکر میکنم در سمت تهران آقای دکتر نوریزاده فرمودن که چه گرفتاری هایی هست و آقای خامنه‌ای حالا باید دید که حرفایی که زده بوده قبلا حاضر راحت به اصطلاح بکشه به سیبیلاشو جام زهر بخوره و کوتاه بیاد یا بازی در خواهد آورد. اما در سمت امریکا هم باید از 15 اپریل به بعد دید که چه زد و خوردی در کنگره امریکا خواهد شد و چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر کورکر منندز تصویب بشه، اون وقت کنگره 60 روز بعد از 31 جون وقت خواهد داشت که به دست بذاره، نگاه بکنه و ممکن است که پاره جزئیات رو فشار بیاره، اگر که اون وقت با اروپا و چین و روسیه هم درگیر خواهند بود. بنابراین این چالش بزرگ هم در اینجا خواهد.
خب آقای نورزاده، کشورهای جنوب خلیج فارس تا چه اندازه نگرانیشون برطرف خواهد شد در صورت که آنچه که در پیش نویس یا این نقشه رای مورد توافق اومده اجرا بشه، عملی بشه در ماه جوان؟ خیلی طبیعی است، همسایگان ایران هم به جمهوری اسلامی اعتمادی ندارن، به خصوص که جمهوری اسلامی عملا داره بهشون نشون میده که اگه دستش بیفته سراغ تک تک اونا خواهد اومد. این حرفایی که زدن پریروز، باز یکی از این سرداران میگه به زودی پایتخت پنجم هم سقوط میکنه، یعنی ریاض، خب خیلی روشنه این باستاب خواهد داشت. همین عملیات طوفان قاطع نتیجه عملکرد جمهوری اسلامی است، نتیجه حضورش در سرزمینی است که هیچ ارتباطی با ما نه از سوغلجشی داره، نه همسایه ماست و نه طبیعت مشترکی با ما داره، هیچ دلیلی هم. صرف این که اونا شیعه چهار امامیان چه ربطی با آقای خامنه ای و سپاه پاسداران داره؟ نتیجهش همین هزینه ای است که داریم میدیم، مردم یمن هم میدن، مردم سوریه هم دادن، مردم لبنان 6 ماه بدون رئیس جمهوری هم. خیلی طبیعی است، خب به جمهوری اسلامی اعتماد ندارن. حالا این قرارداد تا اونجایی که من مطالعه کردم و دیدم قاعدتا باید از نگرانی هاشون کم بکنه، ضمن این که یک نگرانی که همیشه بین همسایگان ایران در خلیج فارس، در مصر، در جاهای دیگه اردن مشاهده می شد این بود که این قرارداد دست جمهوری اسلامی رو باز خواهد کرد و آمریکا پس پرده با جمهوری اسلامی می سازه و دستش رو باز می زاره. برای همینم تو یمن هیچی بهش نگفت. اما وقتی امریکا اومد از عملیات سعودی و متحدانش حمایت کرد، آشکار شد که به هر حال آمریکا گاهی ناچار میشه سیاستشو عوض کنه. در یمن بنده میدونم آمریکایی‌ها فکر کردن حوثی‌ها میان و میرن القاعده رو از بین میبرن، برای همین کوتاه اومدن. در عراق مثلا جمهوری اسلامی با داعش میجنگه، کوتاه اومدن. ولی به هر حال سعودی هم حاضر نبود، بغل گوشش توی حیات خلوتش یه شبه دولت وابسته به جمهوری اسلامی بیاد و فردا شروع کنه آزار دادن، کما که الان با شعاراشون دارن این حرفا رو میزنن. این اعلامیه‌ای که توی حوزه علمی منتشر شد دادم نگاه بکنه میبینه، یا سپاه حرفایی که زدن. به هر حال همسایگان ایران این نگرانی رو داشتن که آقای اوباما در پشت پرده با سید علی آقای خامنه‌ای بسازه، اما به نظر من این سازش صورت نگرفته و حرفایی که فرماندهان نظامی آمریکا در عراق زدن در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی خودش یک مشکل در عراق، در سوریه همینطور و در یمن، همه اینا به نظر من یه مقدار شاید موقعیت رو مناسبتر بکنه برای اینکه از این قرارداد استقبال کنند، چون در این قرارداد نشانه های آشکاری است دست و بال جمهوری اسلامی بسته شدن وجود داره. خب به نظر میرسه که یه حساب سرانگشتی هم که بکنه، آمریکا کلی متحد در منطقه داره مثل عربستان، کویت و بقیه کشورها و اسرائیل، همه این متحده رو در دراز مدت نخواهد رنجوند به خاطر مماشات با حکومت ایران، نیست آقای نوری‌زاده؟ کاملا همینطوره. یعنی ببینید آمریکا با بعضی از این کشورها همبستگی استراتژیک داره، به سعودی، همین مصر دیدیم که بعد از برکنار شدن محمد مرسی آمریکایی‌ها خب رو مبنای دموکراسی و حقوق بشر و غیره اخم کردن به مصری‌ها، کمک‌های نظامی رو معلق کردن، ولی الان دوباره خود آقای اوباما به عبدالفتاح سیسی خبر داد که کمک‌ها از سر گرفته شده، یا به عربستان اطلاعات نظامی دقیق دادن در مورد حوثی ها وابستگان علی عبدالله صالح رئیس جمهوری مخلوع یمن، و این همکاری استراتژیک ادامه داره. و بنابراین کاملا حرف شما درسته، امریکایی به خاطر گل روی آقای خامنه ای و ناصر ابوالمکارم نمیان متحدان استراتژیکشون رو بگذارن، ارتباط 80 ساله با سعودی، ارتباط 40 ساله 30 ساله با مصری ها، به حال اینا رو رها نمی کنن بابت یک امید واهی. هنوز در ایران مرگ بر آمریکا بالا رفته،
به یمن هم صادر شد. آقا حوثی ها اصلا مرگ بر آمریکا نمیگفتن، الان مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، لعنت بر یهود، اینم اضافه کردن حوثی ها، در حالی که در یمن یهودیان داشتن زندگی میکردن. یه عده‌شون رفتن، هنوزم در یمن 400-500 یهودی دارن زندگی میکنن و از این شعارات تو یمن باب نبود. اینا صادرات جمهوری اسلامیه و سیاست های جمهوری اسلامی های سازگار تهدید مشترکی شد برای عرب و اسرائیل. یعنی ایران، حکومت ایران تونست ایران رو از معادلات منطقه به یک معنی از نقش مثبت تبدیل کنه به یک نقش منفی. بله، در همین صحبتش آقای اوباما تصریح کرد که تحریم هایی که به واسطه تروریسم و حقوق بشر علیه ایران برقرار شده کماکان به قوت خودش باقی خواهد بود و دقیقا ایشون هم تایید کرد که متحدین امریکا در منطقه اسرائیل، عربستان رو اسم آورد که صحبت کرده و دیگران رو امریکا دنبال خواهد کرد. اسم تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس رو ایشون آورد، البته به غلط، ایشون فقط لغت خلیج رو گفت، فارسش رو یادش رفت، ولی به هر حال نشون داد که جهت سیاست امریکا طبیعتاً دفاع از متحدین قدیمیش در درجه اول اسرائیل و بعد هم عربستان و کشورهای منطقه و همونجور هم که آقای دکتر نوزاده گفتن با مصر هم با آزاد کردن دادن سلاح هواپیما و تانک و توپ و غیره و 1.3 میلیارد دلار سالیانه عملا آشتی کردند و از این ماجرای ارتش عربی هم استقبال کردند. آنچه که ایران در منطقه داره میکنه و کرده، من دیروز دیدم CBS امریکا یک نقشه‌ای توی خبرش نشون میداد که چگونه در واقع جاهایی رو آن کوت در واقع به اصطلاح ایران شیعه میدونه و کجاها اهل تسننن. خب واقعا در کل منطقه خاورمیانه مناطقش شیعه، تازه با 4 امامی و 6 امامی و نمیدونم غیره و شما علوی سوریه و اینا رو هم بخواید جزوش بگذارید، بسیار مناطق محدودی میشه نسبت به اکثریت اهل تسننی که وجود دارن. و این بازی با آتش، این بازی خطرناکی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، کاری که بیاد با استراتژی که سپاه داره، نیروی قدس سپاه، بیاد پول قاچاق مواد مخدر رو 6 میلیارد دلار در سال رو و موارد دیگه‌ای که از قاچاق کالا و غیره پول در میارن ببره و از پول جیب مردم ما، از لقمه کودک ایرانی بدزدن، وردارن، ببرن در منطقه 30,000 تا بسیجی در عراق درست کنن، 60,000 تا حزب الله در لبنان درست کنن، نمیدونم در حوثی ها در یمن انصار الله درست کنن و پوستر اصلا در تهران چاپ کنن، عین شعارهایی که در ایران میدن فقط به عربی بنویسن، پوسترش هم تو ایران چاپ کنن ببرن توی صنعا آویزون کنن و ده ها کار این گونه. اینا اقدامات تحریک‌آمیزی است که غیر از اینکه منابع ملی ما رو به هدر میده و جان هزاران نفر رو، از اون فقیر یمنی تا عراقی تا سوریه‌ای تا لبنانی و غیره رو به خطر میندازه، فاجعه هایی مثل سوریه خلق میکنه، غیر از همه اینها چالنگی تهدید بزرگی برای امنیت ملی خود ایران هم ایجاد میکنه. من خیلی دفعه قبلم عرض کردم واقعا متعجبم از پاره ای از روزنامه نگاران و نویسندگان ما که به استقبال این عملیات ماجراجویانه و غیر مسئولانه و غیر انسانی میرن. مواردی که به هر حال همین دیروز در خبرها داشتیم که در 13 بدر در یکی از ایستگاه های چیز اومدن گروه های مسلحی در خوزستان به رگبار بستن و رفتن. خب بالاخره وقتی ایران میتونه بره حوثی ها رو تقویت کنه، اسلحه بده، بل عربستان و اسرائیل و غیره و غیره هم که شیش انگشتی نیستن، عاجز نیستن که نتونن این کارا رو بکنن، که اونها هم متقابلا
میرن و همین کارا رو میکنن و فشار میارن روی درآمد نفت ایران، روی فروش میعانات گازی ایران. یعنی ایران رو وارد درگیری بزرگی در منطقه داره میکنه که آخرش هم هیچی به هیچی غیر از همه مسائل غیر انسانی و غیر ارشد اسلامی و غیره و غیرهش، غیر از اون میلیاردها خسارت باز به کشور ما میزنه و امنیت ملی ما رو در خطر قرار میده. جست‌های عجیب غریب که توی مصارف داخلی ایران فقط به درد جست گرفتن این سردار و اون سردار رو دخالت کردن میخوره. و واقعا آقای چالنگی سوگمندانه باید گفت اگر ذره ایران اقتدار ملی بخواد داشته باشه، وقتی بعد ازش باور کرد جمهوری اسلامی رو که آب هیرمند رو به موجب قرارداد هویدا شفیق از افغان‌ها بگیره، سه جزیره رو ادعای امارات رو کم کنه، 75 رو اجرا کنه و دریای خزر رو نداره، وسعتی بزرگتر از اصفهان جداش. شما کم کم از اون میان تا همین حدودای اقیانوس اطلس، ما همون حدود خلیج فارس میخوایم بمونیم. نه یعنی واقعا ساده ترین قراردادهای امضا شده رو ایران الان عاجز از این که بخواد از همسایگانش اجرا کنه. در ادامه برنامه اگر وقت بود حتما به شمال ایرانم سر خواهیم زد که مطمئنم در این روزها مردمان نازنین اون منطقه 13 بدر بسیار خوبی رو داشتن و امیدوارم که باغداران و باغکاران و کشاورزان منطقه هم زندگی خوبی داشته باشن، برخوردار از نعمت‌ها و موهبت‌های سرزمین خودشون ایران. اما آقای نوری‌زاده ببینید، موهبت‌ها و سرزمین ایران به اندازه کافی هست، گاز، نفت، معادن مختلف و همه این ها. کارگر ایرانی اومده گفته که در چادرملو حقوق اضافه میخوان، اعتراض کردن، گرفتن شلاق میزنن. یعنی درست اصل بردهداری است، کارگر اومدن شلاق میزنن برای اینکه گفته اضافه حقوق مطالبه باشون. این برنامه اتمی ایران، برنامه اتمی جمهوری اسلامی که پول همین کارگر چادرملو بوده، مردمان شمال جنوب همه اینا بوده، خب میگن بیش از 200 میلیارد دلار هزینه داشته. بودم کسایی که گفتن آقا نکنین این کار رو، برسین به درد مردم، این پول مردمه. جواب کی میده؟ کی مسئول هست آقای نوری‌زاده؟ طبیعتا رژیم جمهوری اسلامی مسئوله و بیش از همه آقای خامنه ای، چون این رویای اتمی رویای آقای خامنه ای بود و یه عده از این سپاهیان هم با ایشون همراه شدن و خیلی اسباب تأسفه. یعنی من همیشه اینو سوال میکنم، آیا واقعا آقای خامنه ای فکر میکرد جهان بهش اجازه میداد سلاح هسته ای تولید کنه؟ حالا آقای اوباما اومد در پیام نوروزیشون که البته خوشبختانه یادشون نرفت خلیج فارس رو با نام درستش عنوان کنن، در اونجا گفتن رهبر جمهوری اسلامی سلاح هسته ای رو با فتوای خودش گفته درست نیست، خلاف اسلامه. گفت قربونت برم کدوم کاراشون خلاف اسلام نیست، خلاف اسلام و اخلاق و انسانیت و ایران. بنابراین باور نداشت کسی. برای من تردیدی نیست که این رویای خیلی خطرناک در ذهنشون بود که ایران با داشتن دو سه تا بمب اتمی موقعیت ممتازی پیدا میکنه و همونجور که آمریکا نمیتونه به کره شمالی گرسنه چیزی بگه، به ایران ثروتمندم کاری نخواهد کرد و ولایت فقیه تضمین شده ابدیش تا ظهور حضرت. یه همچی باوری داشتن و نمیدونستن چارچشی دارن میبیننشون. بزنید یه داستانی رو براتون، داستان یه خبری. سه روز قبل یک هواپیمای ناشناس رفت در لیبی یک انبار مهمات رو اونجا بمباران کرد. حالا الان معلوم شده این هواپیما اسرائیلی بوده. این انبار مهمات اسلحه‌ای بوده که جمهوری اسلامی ذخیره کرده بوده در اینجا که از طریق سودان به صحرای سینا بفرسته و بفرسته برای حماس. چند بار تالا جمهوری اسلامی این کارو کرده، سلاحاش در راه مصر بمباران شده، سلاحاش تو سودان بمباران شده. چند دفعه جمهوری اسلامی میخواد ثروت ملت ایران رو
اینجوری به باد بده که چی؟ الان آقای چالنگی طرح بسیار خطرناک است که ابو مازن پرده برداشت ازش، با تأیید جمهوری اسلامی یه دولتچه به نام قزستان درست بشه و اسرائیل هم به رسمیت بشناستش، بشه دولت فلسطین و تمام اراضی اشغال شده سال 67 این اراضی هم بشه منطقه خودمختار. این یه طرحی که جمهوری اسلامی دنبالشه. اما اینو میخوام بهتون بگم، این قرارداد امضاش توسط جمهوری اسلامی طرح ملک عبدالله رو که شما در بیروت شاهد عنوان شدنش بودید در کنفرانس سرالعرب زنده کرد. برای اولین بار امروز شنیدم، من در مصاحبه بودم با تلویزیون 24 ساعته انگلیسی اسرائیل و در همونجا بحث بود. آقای نتانیاهو به طور جدی طرح ملک عبدالله رو داره مطالعه میکنه، خروج از اراضی اشغال شده در مقابل به رسمیت شناخته شدن توسط 22 کشور عربی. این خیلی مهمه. اگر چنین اتفاقی افتاد، یعنی اسلحه فلسطین و جنوب لبنان و همه اینا از دست جمهوری اسلامی، این برگه و این اسلحه گرفته میشه. و امیدوارم این درایت و عقل رو دولت اسرائیل بکنه. راه آینده اسرائیل هم در همینه که دولت فلسطین برپا بشه به ریاست ابو مازن و دکان این جمهوری اسلامی و رژیم های آدمکش آدمخواری مثل اسد رو که به اسم فلسطین همه جنایت کردن و دکان حزب الله رو که واقعا بی آبرو شد این آقای نصرالله و دار و دستش، این دکان ها تعطیل بشه. قطعا شما، من برای بینندگان میگم آقای نوریزاده، که این که کسانی مثل محمود عباس، ابو مازن و گروه اون خب خواستار برقراری صلح آشتی هستن، تأمین حقوق فلسطینی ها، خواستار به اصطلاح تشکیل دو کشور در کنار هم، اما متاسفانه گروه های دیگه مثل حماس از مسئله فلسطین به عنوان یک مسئله تجاری استفاده میکنه و به عنوان بهترین حرف رو باز خود محمود عباس از زمانی که درگیری های اخیر غزه بود سال گذشته، که تاجران جنگ در هر دو طرف به نحوی دنبال این داستان هستن، گروه هایی که سودی در این ماجراها دارن. بله. اما به نظر میرسه آقای سازگارا که این قضیه، به اصطلاح شما اشاره هم کردید، این مسئله اتمی به کنار، مسائل دیگه، حمایت از تروریسم، توجه به ویژه مسئله نقض حقوق بشر در ایران، نقض حقوق بشر، مستمر حقوق بشر در ایران به مطالبی تبدیل بشه به اصطلاح در صدر مسائل مربوط به ایران. امنستی هفته گذشته گزارش که منتشر کرد ایران بالاترین تعداد اعدام ها رو داشته. به نظر آیا چنین نمیرسه؟ چه اتحادیه اروپا چه آمریکا؟ به هر حال مسائل حقوق بشر و دموکراتیک که مردم ایران و مسئله دخالت های تروریستی ایران دو سرفصل دیگه است که غیر از مسئله هسته‌ای دنیا با ایران مشکل داره. من در همین قصه هسته‌ای هم این را عرض بکنم، در واشنگتن دست کم هفته گذشته این بحث مطرح بود که اساساً قرارداد با ایران، فرض کنیم رسیدیم به 31 ماه جون و همین نقشه راه به خوبی رفت شد در جزئیات یک قرارداد که قاعدتاً اجراش، ایمپلیمنتیشنش، به اجرا در اومدن و اجرای شدنش یکی دو سال کار میبره. فرض کنیم این درست انجام شد، سوال این بود که چه تضمینی هست که آقای خامنه‌ای و اعوان و انصارشون که منتخب مردم ایران نیستن حسابی به مردم ایران پس نمیدن و در نتیجه کسی نمیتونه نظارت کنه بر کارشون، زیر این حرفا نزنن، یا بازرس های آژانس که میرن هر روز سر ندوننشون، از این به بعد دیگه تو خبرها هر روز این پیش بیاد که آی این بازرس گفت اونجا رو ندیدیم اینجا رو دیدیم، مثل ماجرایی که یه موقع در مورد عراق بود.
بله پاسخی که داده میشد این بود که آقا یگان راه این ماجرا این است که واقعا مجلس منتخب مردم ایران، مجلسی که شورای نگهبان نباشه بخواد کاندیداهاشو از فیلتر بگذرونه، سازمانهای بین المللی و بیطرف بتونن نظارت بکنن، نمایندگان واقعی مردم باشن که حتی بتونن بعدا قانون اساسی رو عوض کنن. یه چنین ارگان انتخابی یا یه رئیس جمهور واقعا انتخابی که از فیلتر شورای نگهبان رد نشده باشه کاندیداهاش، اینجور ارگان ها با بودن آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات ممکن است که بتوانند مورد اعتماد باشند که هر قراردادی رو حکومت در ایران تعهد کنه اجرا میکنن و در صحنه جهانی در واقع بهش احترام میگذارن. این واقعا آقای چالنگی از اون زمینه هایی است که همطور که شما فرمودید خود حتی ماجرای هسته‌ای رو وصل میکنه به یکی از ابتدایی ترین حقوق مردم ایران که مسئله انتخاب حاکمین و حق انتقاد از حاکمین و حق عزل اونهاست وقتی نخوان، چیزی که کلا در ایران غایبه. بنابراین درسته، یعنی نه فقط خود همین قرارداد هسته‌ای به هر صورت این بحث توش احتمالا حالا از این به بعد بیشتر پیش خواهد اومد، بلکه زمینه های دیگه هم کماکان مطرحه و این جامعه جهانی است که فقط هم البته جامعه جهانی در دولت ها خلاصه نمیشه و پارلمان ها، مطبوعات هم جامعه جهانی هستند، سازمان های بین المللی هم جامعه جهانی هستند، عفو بین الملل هم جامعه جهانی است و اینها کماکان برقرار. آنچنان که فرض کنید سر حق ورود زنان به استادیوم ورزشی، شما دیدید در سوئد هفته گذشته چه کمپین موفقی رو زنان و مردان ایرانی اجرا کردن و در هر جای دنیا. خب آقای نوریزاده، ببینید این سپاه پاسداران که اینقدر اسمش برده میشه و سرداران به اصطلاح که هستند، یه مردم بینندگان ما میبینن و میشناسن، مخصوصا این بابا قاسم سلیمانی فرمانده بسیاری از عملیات تروریستی در خارج از ایران، ظاهرا در عرصه اقتصادی است که خیلی بیپروا میتونن تاخت و تاز کنن، اما با این همه هزینه هایی که صرف کردن و تبلیغات و در بوق و کرنام دویدن، در تکریت کاری از پیش دارن نتونستن ببرن. عملا باز بمباران هواپیماهای آمریکایی بود و مقداری ارتش عراق و بله. من یادم از وقتی عملیات تکریت آغاز شد در سایت هاشون از جمله فارس نیوز اشاره کردن 72 ساعت بعد با سلیمانی در تکریت و مرتب توی تبلیغات عربیشون، تلویزیوناشون و تلویزیونای وابسته شون، حالا از المنار گرفته تا میادین و تا العالم خودشون و اینا، مکرر نشون میدادن سلیمانی رو ایستاده بود و یه نقشه جلوش بود و چهار پنج شدیم. تلفاتی که جمهوری اسلامی در این عملیات داده بسیار سنگینه، گویی که اقرار به حالا تعداد کمی کردن ولی منابع عراقی میگن که تلفات سنگینه، تلفات میلیشیای شیعه بسیار سنگین بوده. و بعد اینا میگفتن آمریکا وارد نشه، آقای هادی عامری میگفت اگه آمریکا بیاد ما میریم، و در نتیجه آمریکایی‌ها بنا به خواست دولت عراق، وزیر دفاع این کشور و نخست وزیر اومدن و با بمبارانشون زمینه ورود به تکریت رو فراهم کردن. ارتش عراق وارد تکریت شد با یه عده نیروها، بعد این نیروهای شبه نظامی دویدن توی شهر. حالا الان مشکل اینه که مقتدی صدر اینها رو آدمکشان وقیحی خوانده که دولت باید محاسبهشون کنه، یعنی حتی مقتدی صدر علیه اینا موضع گرفته و این افراد رفتن خونه مردم آتیش زدن، به آزار مردم سنی ها میپردازن و یه گزارشی امروز در الحیات بود بسیار نگران کننده. ولی ما اثری از این سرداران بزرگ جمهوری اسلامی در اونجا نمیبینیم، چون منطقه، طبیعت منطقه مخالف جمهوری اسلامی و اینا رو به دولت هم گفتن، فرماندار شهر، استاندار نینوا، تمام اینا صحبت کردن با آقای عامری که آقا جان این افراد وابسته به سپاه رو به اینجا نیار، چون حساسیت ایجاد میکنه
و مردم رو از همکاری با نیروهای دولتی باز می‌دارد، چرا که سابقه بدی دارن. بعدم موج شایعاتی که راه افتاده از جنایت اینا در دیاله و در جاهای دیگه مانع از اینه که مردم از ارتش استقبال کنه. یعنی عملا نقش چندان مهمی نداشته؟ ابدا. البته اینا مدعی هستند که قاسم سلیمانی مانع سقوط بغداد شد. اگه قاسم سلیمانی نرفته بود بغداد سقوط کرده بود. من مثل آقای فیروزآبادی که برای بستن تنگه هرمز، بله، حالا ضمناً این خبرم هست که آقای فیروزآبادی احتمالاً به طور پارت تایم برای بابل بنده هم میخوان استفاده کن. ممکنه اونجا رو باش ببنده. به هر حال آقای سازگار خیلی کوتاه بفرمایید، این سیاست تبلیغات حرف از گوبلز به اصطلاح مسئول تبلیغات هیتلر که دیگه در جنایات اون رژیم دیگه صحبت همه میدونه که بود که آقا دروغ هرچه بزرگتر به حقیقت نزدیکتر، حالا این حرف چند اندازه درست هست نیست بماند، ولی این تبلیغات یک سر غیر واقعی را خیلی حکومت ایران برای چی ادامه میده؟ ساعتی پس از انتشار این بیانیه و طی این 24 ساعت چندین امام جمعه جوری پیروزی وانمود کردن، جوری اینکه پوزه غرب رو باز دوباره به خاک مالیدیم، سیلی محکم زدیم، برای کی هست؟ برای چی هست؟ حالا اون که واقعیت چیز دیگه ایست، درست عکس این قضیه. والا به هر حال حکومت بحران مشروعیت داره. مهمترین بحران هر حکومتی بحران مشروعیت به معنی لجیتیمیسیه، به معنی حقانیت حکومت کردن و نه شرعی بودن. جمهوری اسلامی مدت هاست گرفتار بحران مشروعیت، به خصوص بعد از جنبش سبز این بحران تشدید شد و به همین دلیل هم درست راهی رو داره میره که این قبیل دیکتاتوری ها و نظام ها رفتن، یعنی همین ماجراجویی ها در خارج و ژست های این که ما کارهای بزرگ میکنیم، درست همین به قول نویسنده فتیشیزم این به اصطلاح اسباب بازی هایی مثل اسلحه و پیشرفت های عجیب و غریب علمی و از این حرفایی که هیچ کدومش صحت نداره، یه جور به اصطلاح پرستش موشک و بمب و نمیدونم هسته‌ای و غیره، اینا همه به خیال خودشون در واقع ترمیم اون پایگاه مشروعیته. به همین دلیل هم آقای چالنگی ناچار میشن حتی مثلا صحبت آقای اوباما رو در ترجمه تحریف بکنن، بیانیه ای رو که خب همه دنیا شنیدن، اونم در عصر ارتباطات که با یه دونه توییتر، وایبر، نمیدونم با یه شبکه اجتماعی در ثانیه واقعا میلیون ها نفر مطلع میشن و میچرخه، تلویزیون های ماهواری، همین من و شما های نوریزاده که الان با استفاده از ماهواره بنده در اتومبیل نشسته با در واقع تلفن دستی میتونم مصاحبه بکنم، اینها امروزه اجازه نمیده که هر دروغی رو به خورد مردم بدن. ایران کره شمالی هم نیست که رادیوی دوموج توش غیرقانونی باشه، مردم رو مثل یه پادگان اداره بکنن ببرن پشت پرده آهنین، که تازه اونجا هم مردم کره شمالی به هر صورت به اخبار دسترسی پیدا میکنن. در نتیجه به نظر من به قول معروف عرض خود میبری و زحمت ما میداری و بیش از هر چیز فکر میکنم اینجور دروغ بازی ها اتفاقا اون بحران مشروعیت رو تشدید خواهد کرد. همینه آقای نوری‌زاده. مثلا ببینید آقای ظریف بلافاصله بعد از قرائت متن بیانیه که به فارسی ایشون خوند، اومد جلسه مطبوعاتی که داشت یک جمله ای گفت، بعد خودش ظاهرا متوجه شد، سه چهار قدم اونورتر جمله شد تصحیح کرد، آمد گفت بله بله با اینجا رسیدیم که همه چیز عالیه، ما به همه فعالیت های اتمیمون ادامه خواهیم داد. دروغ محض. چرا این همه دروغ قرار کی باور کنه؟ کمتر از دو دقیقه آقای چالنگی، وقتی جمهوری ولایت فقیه مبناش بر دروغ پایه‌گذاری شده، من داشتم فیلم های 12 فروردین رو میدیدم، با مردم حرف میزد شما به چی رأی میدین؟ به جمهوری اسلامی. برای چی؟ برای اینکه جمهوری اسلامی عدالت، اسلام، خوبی، خوشبختی، پیشرفت، فساد نیست.
همه اینا هست. پس بنابراین از ابتدا دروغ بود. آقای خمینی سنگ بنای این جمهوری رو با فریب مردم و دروغ گذاشت و این درخت عرعر با آبیاری دروغ بالا رفت و امروز به اینجا رسیده. از هر شاخش دروغ میچکه، از هر شاخش دروغ میاد. حتی آدم تحصیل کرده با حسنیتی مثل آقای ظریف هم ناچار دروغ بگه، چون نگه فردا آقای زاکانی و احمد خاتمی و حسین شریعت مداری گریبانشو میگیرن. پس همه چیز دروغ و فریبه. آقای خامنه میگه 190 هزار سو و بعد داستان به 5000 سانتریفیوژ ختم میشه. خب من به هر حال قبل از اینکه این بیانیه منتشر بشه، من ظریفی دیدم در فیسبوک نکته نوشته بود، خیلی به هر حال نکته جالبی بود، گفته بود که همه مسائل حل شده، موندن مورد اختلاف به طور شدید بر سر اون دختر خانمی است که احمدی نژاد میگفت تو آشپزخونه‌اش داره اورانیوم میتونه غنی کنه، سر اون هنوز به توافق نرسیدن که چیکار کنم. آقای نوریزاده با سپاس از شما، با سپاس از شما و سپاس از شما آقای سازگارا، ممنون از شما. الان دیگه میتونید به رانندگیتون ادامه بدید. به پایان این برنامه میرسیم. سال خوبی رو برای شما آرزو میکنیم، همچنین یک روز پس از 13 بدر ایران. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، دراک، الوند، کو و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد.